در سال 1310 در فصل غزلخانیش پاییز در کرمانشاه محله برز دماغ به دنیا آمد. نامش را علی اشرف و فامیلش را نوبتی نامیدند، اما خود را در واقع پرتو کرمانشاهی میداند. رد آثار پدرش اسدالله نوبتی را میتوان در پیکره ساختمانهای قدیمی شهر یافت. جد مادریش ابراهیم حاتمی آن هنگام که از او میخواهد برای شاهنامه بخواند و تفعلی به حافظ بزند، او را با شعر آشنا میکند و این گمان میرود که علاوه بر آشنایی با شعر، شاید آزادگی را نیز از همان قهرمانان شاهنامه آموخته باشد. در 16 سالگی با ایرج رضایی متخلص به انور کرمانشاهی آشنا می شود و به خاطر مشترکاتشان در محفوظات شعری خیلی زود با یکدیگر رفیق می شوند و شعر گفتن را نیز به تشویق ایشان شروع می کند. خودش داشته هایش را این گونه بیان می کند: ساختن 50 دستگاه خانه که محل آسایش دیگران است و سرایش حدود 3000 بیت شعر به زبان کردی و فارسی که به همت دوست دانشمند و بزرگوارش محمد علی سلطانی گردآوری شده و بانوی بزرگ خط ایران فریبا مقصودی آن را کتابت نموده است. پرتو شاعری است با تمام ویژگی های یک شاعر، شاعری که هنگامی نامی از او به میان آید، همگان حتی تک بیتی را نیز از او از برند و شعرش تسکین بخش دل پردرد مردمان دیارش است با هر مرام و مسلک و زبانی. شعر پرتو به گفته صاحب نظران اجتماعی، احساسی و عاطفی است، با تمام ظرافت‌ها و دردها و رنج‌ها که چون نقاشی زبردست در تابلوهای جاودانه ترسیم نموده است. کافی است که فقط چند صفحه از کتاب طلا در مصر رضا براهنی را بخوانی و چند صباحی نیز با پرتو حشر و نشر داشته باشی تا پرتو را نمونه کامل و کافی از توصیفاتی که براهنی در جهت توضیح شاعر واقعی ارائه داده است بیابی. شاعری که از خیابان گذشت و همه چیز را دید، شاعری که به اعتقاد خودش مردم کوی و برزن معلم او بودند و هیچگاه در چارچوب تنگ دانشگاه نگنجید و در محضر همین مردم تلمذ کرد. از مردم آموخت، آنها را دانست و فهمید، بعد سرود. در تجربیات خیابان غرق شد بدون آنکه مسخ گردد، بدون آنکه بوق و کرنای قلابی دل و جانش را تسخیر کند، بدون آنکه در شعرش از قیام علیه انحطاط اجتماع و ابتذال افراد لحظه ای غافل بماند، بدون آنکه مداح این آن شود تا آنجا که خود میگوید شعر من نیست اگر مدح لئیمان، چه عجب نفکنده است کسی گردن خر مروارید. بدون آنکه ژست های روشن فکرانه و تبلیغاتی بگیرد و قیافش را از تلویزیون های تفننی در مقابل گوش و چشم مردم رژه بدهد، بدون آنکه بردگ پول باشد، همانگونه که خود در ستایش پدر میگوید بیشتر اهل ساختن بود تا به دست آوردن و در درون قلعه شب با سلاح روشن شعر سنگر گرفته است و از هر چه بوده و هست آزاده است و هنر را اینگونه می سراید. جلوگاه هنر آزادی و آزادگی است، آستان بوس زر و زور چرایی شاعر. شاعری که از تکفیر نمی هراسد و با تحمیق نمی سازد و شاعران زمان خود را شماتت می کند که طفل این عصر به جادو و دعا می خندد، تو به افسون چه شدی نوح سرا ای شاعر. می ستایم پرتو را که به آزادگی وفادار ماند و در جایی که همگان پایان یافتند او آغاز شده است و به ندای دلش که می گفت نفروش، گوش فراداد و نفروخت و بر جریده عالم دوام خود را ثبت نمود و به شعرهایش آزادگی بخشید تا از آنها برجی برافرازد که امروز بر بلندای آن بیستد. می ستایم پرتو را که آرام و ساده گوشه خلوت خود را برگزید و حال را نگه داشت و از قیل و قال معرکه دامن برچید، زر نیندوخت و گنج یافت و بر اقلیم بیکرانه اهورای دلهای آزاده پادشاهی کرد
تا آنجا که حتی کسانی که به زبان انتقادش می کنند در نهان دوستش می دارند. می ستایم پرتو را که هیچ دست صادق و مهر راستینی را رد نکرد و متملق را با کج نگه داشتن نگاهش از خیش بی نصیب گذارد. آنچه را که امروز می ستاییم فراتر از شعر و شاعری است و آن رادمردی پرتویی است که از بیستون سر برآورد در روزگاری که متملق نبودن و راستین بودن کیمیاست. تا آنجا که خود میگوید نیستم گل که مرا برگ نساری باشد، تحفه سوختگان مشت شراری باشد. به گفته محمد علی سلطانی، پرتو در سرودن اشعار کردی کرمانشاهی و ایجاد تحول چشمگیر در این عرصه است که راهی روشن و فارغ از اوزان محدود هزار ساله این گونه در مقابل شاعران کردی سرای منطقه گشوده است، که هر استعدادی که در این زمینه سخنی برای گفتن داشت بر جای پای ایشان قدم نهاد و این نوآوری پس از یک قرن سکوت تمامی مرزهای فرهنگی زبان و ادبیات کردی را که پشتوانه زبان دری است درنوردیده است و در واقع خزائن گرانسنگ ادب کردی عهد افشار و زندیه را با زمان معاصر پیوند داده است. به قول منصور یاقوتی، در میابی که پرتو در عبور از نیم قرن فراز و فرود حوادث این سرزمین شاهدی بی تفاوت نبوده است و راوی صادق سرزمین مادری است. باد از فراز کاج کهن گرم شیون است، بیدنگون به موی سرایت زوال باغ، از جوی بار ناله زنجیر میرسد، چشمی نمانده است که بگرید به حال باغ. امروز هم چون دو سال گذشته که جمع شدیم و عهد بستیم، یادمان بماند تا هر گاه که هستیم 27 اردیبهشت را روز پرتو بنامیم. بر سر عهدمان ماندیم و سومین سال را پاس می‌داریم و از قول پرویز گرجی بیانی می‌گوییم: قامتت باد برافراشته چون سرو سهی، طالعت باد درخشنده الهی پرتو.